بهداشت روان. درود فراوان بر شما بینندگان و شنونده های خوب بنیاد آینه و برنامه های اینترنتی تلویزیون بنیاد آینه. من حسین عبداللهی ثانی هستم، روان پزشک و روان درمانگر از تورنتو کانادا. امروز هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های سلامت روانمون که هفتگی تهیه میکنیم به همراه دوست عزیزم آقای دکتر عباس آزادیان و از طریق بنیاد آینه و شبکه های مربوط به بنیاد آینه خدمت شما تقدیم میکنیم. و غرض ما از تهیه این برنامه و ارائه این برنامه این هست که مردم رو، عموم جامعه رو، بخصوص فارسی زبانان رو، هموطنان عزیز رو نسبت به جنبه مهم از وجود خودشون که روانشون هست آشنا کنیم و آموزش هایی رو توی این برنامه ها مطرح کنیم که چگونه آدم ها میتونن از روان خودشون مراقبت کنن و به این منظور که بهتر زندگی کنن و همچنین دچار بیماری های روانی و روانپزشکی نشن. در این دو سالی که ما این برنامه ها رو اجرا کردیم به امید این بودیم و که این پیام رو بتونیم برسونیم و به این هدف دسترسی پیدا کنیم. شاید انگیزه مهم ما همین بود که توی شبکه‌های اجتماعی فراوان می‌دیدیم نوشته‌هایی و برنامه‌هایی رو راجع به موضوعات روانشناسی که بسیاری از اینها مورد قبول نیست و نظرات شخصی بوده و ما سعی کردیم که برنامه خودمون رو به شکل علمی و با اتکای به آخرین تحقیقات و دستاوردهای روز روانپزشکی روانشناسی خدمت شما ارائه بکنیم. همونطور که در جریان هستید، اونایی که برنامه ما رو دنبال میکنن، ما از دو هفته گذشته برنامه رو تحت عنوان خشونت تهیه کردیم و به این موضوع مهم میپردازیم که خشونت چیه و چه نقشی توی زندگی آدم ها داره و به علت ایجاد خشونت و بیان خشونت پرداختیم در جلسات گذشته و سعی کردیم که به این آگاهی برسیم که این یک رفتاره و رفتاریست که کاملا هم به صورت در واقع ارادی انجام میگیره و به سمت موضوع خاصی که میتونه این موضوع یک انسان دیگر باشه، یک حیوان باشه یا حتی یک شی باشه جریان پیدا کنه و باعث صدمه و آسیب بشه. امروز من و آقای دکتر آزادیان عزیز این موضوع رو دنبال خواهیم کرد. جنبه هایی از خشونت های اجتماعی هستن که ما این موضوعات رو سعی کردیم نگه داریم و با حضور یکی از دوستان جامعه شناس این رو بحث بکنیم که تا کنون موفق نشدیم ایشون رو تو برنامه داشته باشیم. امیدواریم که توی برنامه های آینده به این منظور برسیم. آقای عباس عزیز، دکتر آزادیان، با بیننده ها و شنونده های ما یه سلام علیکی داشته باشین که من سوالام رو شروع کنم و از شما بپرسم. خیلی ممنون حسین جان، منم خوشحالم که در کنار شما هستم و در کنار عزیزان بیننده و شنونده شبکه آینه هستم. سلام دارم خدمت عزیزان و واقعا امیدوارم که بتونیم بحث مهم رو خوب پیش ببریم، به خصوص که این دو سال رو مطرح کردیم حسین. میدونیم که تو این دوره کرونا واقعا میزان خشونت به شکل خیلی وحشتناکی تو تمام جوامع افزایش پیدا کرد. خشونت فردی رو ما اینجا بیشتر تکیه داریم، خشونت توی خانواده ها، خشونت علیه همسر، علیه زن و بچه ها، حتی خشونت تو اجتماع افزایش پیدا کرد و خیلی اهمیت داره که تو این بحثایی که در مورد سلامت و سلامت روان داریم
به این مسئله بپردازیم و در مورد جنبه های مختلفش صحبت کنیم. شاید بتونیم میزان خشونت رو در حدی که امکان پذیر کمتر بکنیم. خیلی متشکرم عباس عزیز. یکی از جنبه های مهم خشونت که در واقع اون رو مورد توجه میکنه، بخصوص توی علم روانپزشکی و روانشناسی به این پرداخته میشه و یا توی جامعه شناسی و یا اینکه اصلا سیستم های اداره کننده جامعه باش درگیرن، جنبه آسیب رسان خشونت. همونجور که من قبلا اشاره کردم، خشونت به نحوی رفتاری است که باعث آسیب در فرد مقابل میشه و این مسئله خیلی مهمه. عباس جان، من میخوام قبل از این که به عوامل مغزی این خشونت بپردازیم، چون به هر حال ریشه در مغز و رفتارهای مغز داره، میخواستم بگم که بپرسم از شما، گاهی وقتا خشونت با جدیت و با داشتن انگیزه یه مقداری با همدیگه ادغام میشه. یعنی اینکه آدما میگن خب آدم باید کاری رو انجام میخواد جدی بده، باید خشن باشه. من حتی تو ادبیات انگلیسی هم اگریشن رو که ما خشونت معنی میکنیم به معنی جدیت هم گاهی وقتا به کار برده میشه. میگن فلانی خیلی اگریسیو کارشو داره انجام میده با جدیت. آیا ارتباط بین اینا هست، بین خشونت و جدیت و انگیزه مند بودن؟ حتما حسین جان، ما تو جلسه گذشته در مورد تعریف خشونت صحبت کردیم و الان هم شما یه اشاره کردید. خشونت رفتاری است که فرد میتونه بر علیه خودش یا فرد دیگری و یا حتی اشیاء داشته باشه و قصد اون رفتار آسیب رسوندن و یا تخریبه. در مورد انواع خشونت هم اشاره کردیم که خشونت میتونه فیزیکی باشه، میتونه روحی روانی باشه، کلامی باشه، مالی باشه، جنسی باشه. همه این جنبه ها رو میتونه شامل باشه. پشت کار تلاش کردن خب یک مقداری جنسش متفاوته. یعنی فردی یک هدفی داره، در چارچوب اون هدفش برنامه ریزی میکنه. تلاش کردن با پشت کار داشتن معمولا در کنار هم میاد. پشت کار داشتن یعنی اینکه آدم بتونه اون تلاشش رو در عرض زمان یا در طول زمان در واقع ادامه بده تا به اینکه به اون هدفش برسه. توی تلاش کردن هدف آزار دیگری نیست، هدف رسیدن به یک برنامه، به یک هدفی، به یک آمالیه که فرد برای خودش در نظر گرفته. مثلا موفق شدن توی تدریس. موفق شدن من در تدریس هم الزاماً به معنی آزار یک فرد دیگه ای نیست. پس نیت آزار رسوندن اینجا وجود نداره. جدیت و تلاش و پشتکار رو حالا توی یک زمینه های ممکنه، مثلا زمینه های ورزشی رو اگر در نظر بگیریم، ممکنه همراه با یک مقدار خشونت فیزیکی باشه، ولی معمولا در چارچوب هایی که تو اون ورزش ها اجازش داده میشه. و اینو ما اشاره کردیم تو هفته پیش هم به این مسئله که خب مثلا توی فوتبال فرشون یک مقداری از خشونت اجازه داده میشه و طبیعتا از اون حد که خارج بشه، وقتی که هدف بازیگر آسیب رسوندن به بازیگر دیگه میشه، خب ممکنه با کارت زرد و یا کارت قرمز مواجه بشه. پس اینجا مسئله هدف مطرح میشه و اینکه هدف آزار کسی نیست، هدف آسیب رسوندن به کسی نیست و هدف رسیدن به اون چیزیه که انسان دنبالشه، آرزوشه، هدفشه و جزء امیالش حساب میشه. پس این از لحاظ این مسئله هدف. آیا تشابهی با هم دارن؟ خب ببینید، شما در نظر بگیرید حسین جان که مغز ما یک حجم مشخصی داره، یک وزن مشخصی داره. ما به طور معمول حدود 1 کیلو، 1 کیلو و 100، 1 کیلو و 200 گرم این مغز ماست. چند تا ناقل شیمیایی توی این مغز از تعداد مشخصی سلول‌های مغزی وجود داره و بعد همه کارهای بدن ما رو، همه کارهای ما رو در واقع این مغز انجام میده و میتونیم تصور بکنیم که یک جنبه‌های مشترکی بین عواملی که
کارهای مختلف رو انجام میده وجود داشته باشه. مثلا ما میدونیم توی پشت کار، توی هدفمند بودن دوپامین نقش داره. دوپامین یک حس سرخوشی ایجاد میکنه. وقتی ما به هدف خودمون میرسیم میزان دوپامین بدنمون میره بالا، لذت میبریم که به هدف خودمون رسیدیم و این کمک میکنه که ترغیب بشیم که اون هدف رو بیشتر دنبالش کنیم و موفقیت های بیشتری داشته باشیم. مثلا اگر از لحاظ تحصیلی نمره خوبی میگیریم و مورد تشویق قرار میگیریم، این به ما کمک میکنه، دوپامین بدن رو میبره بالا، دوپامین مغز رو میبره بالا و دوپامین همونطوری که خودت هفته پیش اشاره کردی حس سرخوشی در ما ایجاد میکنه و این حس سرخوشی ما رو تشویق میکنه که بیشتر دنبال هدفمون بریم. خب این دوپامین توی خشونت هم میتونه نقش داشته باشه و نقش داره. مسئله پیچیدگی در اینه که بیشتر نسبت مواد شیمیایی هست که کمک میکنه که به یک فردی هدفش رسیدن به آمال خودش باشه بدون آزار به دیگری، یا اینکه هدفش آسیب رسوندن به دیگری باشه. مطالب دیگه هست که من دوست دارم اشاره بکنم، ولی میخوام که نظرات شما رو هم بشنوم که برگردم و دوباره از جنبه های جالبی رو در مورد این پشت کار و جدیت صحبت بکنم در موردش. مرسی عباس جان، خیلی خیلی جالب بود اشاره شما، مخصوصا یه قسمتی که شاید متمایز میکنه بین جدیت و داشتن انگیزه پشتکار و خشونت، نیت هستش. یعنی اون اینتنشنیه که در خشونت گفتیم میخواد آسیب برسونه، یعنی قصدش آسیب رساندن به فرد مقابله. چرا این کار میخواد بکنه مهم نیست، حتی یه انتقام که فرد دلیل روشنی داره برای اینکه آسیب به فرد مقابل برسونه، ولی خشونت حساب میشه. ولی همجوری که تو عباس جان اشاره کردی، توی بعضی از فعالیت‌ها یا فعالیت‌هایی که ما قصدمون رسیدن به هدفمونه، یعنی یک هدفی رو تعیین می‌کنیم با تلاش فراوان که اون تلاش مقداری شاید جنبه خشونت آمیز هم داره، می‌خوایم به اون هدف برسیم، قصدمون آسیب رساندن نیست. فعالیت‌های ورزشی رو همجوری که گفتی، بعضیشون یا بسیارشون اونایی که رقابتی هستن جنبه خشونت دارن. برخورد بین دو گروه یا فرد، دو فردی که با هم رقابت میکنن پیش میاد، ولی این برخورد که آسیب رسانم هست به قصد آسیب رساندن نیست، بلکه به قصد برنده شدنه. در بعضی از ورزش ها که خب بسیار هم بحث هست، بعضی از کشورها حتی اینا رو نمیپذیرن به دلیل اینکه آسیب جدی میرسونه، مثل ورزش بوکس که در واقع قصد این هست که آسیب برسونه و از طریق آسیب رسوندن فرد رو از میدان به در بکنه که برنده ایجاد بشه. البته بوکسای حرفه‌ای، بوکسایی که خب توی المپیک هستن با پوشیده هستن و آسیب ها جدی نیست. به هر حال این گونه رقابت هم هست، ولی حتی در اون مسابقات ورزشی هم اگر حس بشه، یعنی سیستم داوری اینجوریه که فرد واقعا میخواد آسیب جدی به فرد به رقیب خودش برسونه، قطع میکنن و مسابقه رو اجازه نمیدن که ادامه پیدا کنه، چون قصد این نیست که آسیب رسونده بشه. عباس جان، در ادامه بحثت اگر بخوای به اینم میتونی بپردازی، ولی من دلم میخواست که به مغز اشاره کردی و اون حجم کوچکی از مغز که به نسبت بقیه بدن واقعا کوچکه و این همه فانکشن عمل کرد رو میخواد نشون بده. چه قسمت هایی از مغز درگیر هستن در خشونت، یعنی در ایجاد رفتار خشونت آمیز؟ به این هم اشاره بکنید لطفا. زینجا من حیفم میاده یکی دوتا مطلب دوست دارم خود پشت کار و جدیت، حالا که مطرحش کردی اشاره بکنم، میتونه برای پدر مادرها خیلی مفید باشه وقتی که حتی در مورد نحوه برخوردشون با بچه هاشون، و بعدم این رابطه خشونت و پشتکار رو یه مقداری بهتر مشخص بکنه. یه مطالعه خیلی جالبی انجام شد در یکی از دانشگاه های آمریکا و اینها بچه های کوچیک 4 ساله 5 ساله رو آوردن و یه کیک کوچولو گذاشتن جلوشون و گفتن که شما میتونید این کیک رو الان بخورید
و خوردی و هیچ مسئله نیست و تمومه. ولی اگر 10 دقیقه اینجا بشینی کنار این کیک و این کیک رو نخوری، بعد از 10 دقیقه ما 2 تا کیک به تو میدیم. و خب میشه طبیعتاً انتظار داشت که بعضی از این بچه ها کیک رو همون موقع خوردن، یا بعد از 2 دقیقه، بعد از 3 دقیقه دیگه نتونستن خودشون رو کنترل بکنن، اون صبر و حوصله رو نداشتن. و توی پشت کار صبر و حوصله مسئله خیلی مهمیه، اون صبر و حوصله رو نداشتن و بعد از 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه کیک رو خوردن، دیگه برای طاقت نیوردن. ولی یه گروهی از این بچه ها خب صبر کردن 10 دقیقه و بعد از 10 دقیقه کیک دوم رو بهشون دادن و 2 تا کیک خورد. خب پرونده این مطالعه بسته شد. بعد از 20 سال، 25 سال این بچه ها دیگه شده بودن 25 سالشون، 30 سالشون. یک کسی دیگه ای که از نتایج اون مطالعه قبلی اطلاع نداشت، رفت این بچه ها رو پیدا کرد که حالا همه مردی شده بودن، زنی شده بودن، برای خودشون تحصیلات دانشگاهی کرده بودن و اینا، و اینها رو بررسی کردن میزان موفقیتشون رو. صحبت پشتکار و رابطه پشتکار با سخت کوشی و صبر و حوصله، چون که این خیلی مسئله مهمیه. تو خشونت ما میخوایم سریع به یه چیزی برسیم و سریع آزار برسونیم و سریع فرد رو از جلوی خودمون دور بکنیم، ولی توی پشتکار اینطوری نیست. توی 25 سال بعد که برگشتن به این بچه ها، دیدن بچه هایی که 10 دقیقه صبر کرده بودن در مجموع خیلی موفق تر بودن از بچه هایی که حوصله نکرده بودن 10 دقیقه صبر بکنن که به جای یه دونه کیک 2 تا کیک بخورن. این خیلی مسئله جالبیه که اگر ما بتونیم این آموزش رو به کودکانمون بدیم که واقعا سریع به هدف رسیدن الزاماً بهترین چیز نیست. ببینید برای خود شما، خب پزشکی خوندید، اینجا روانکاوی و رواندرمانی خوندید و میدونید برای هر کدوم از این مراحل باید وقت و انرژی خیلی زیادی بذارید، باید پشتکار زیادی داشته باشید، باید تلاش زیادی انجام بدید، درسته؟ و این احتیاج به این برنامه ریزی داره، احتیاج به صبر و حوصله داره، احتیاج به این داره که سود سریع رو بذاری کنار و سود دراز مدت رو در نظر بگیری. این یه مطالعه خیلی جالبی بود. یه مطالعه دیگه هم هست، من دوست دارم اشاره بکنم، ولی اگر شما چیزی میخوای اضافه کنی من خوشحال میشم که نظر شما رو بشنوم. اون مطالعه بله، این بحثی که شما شروع کردی بحث بسیار شیرین و جالبیه. در کنار در واقع بحث خشونت میتونیم اینو بحث بکنیم. من میخوام فقط به چون موضوع مغز رو من سوال کردم شما جواب خواهید داد، تو همین زمینه بحثی که شما آغاز کردید، در واقع این دو رفتاری که بچه ها نشون دادن، بعضی هاشون نتونستن در مقابل اون خواسته ای که خب یک هوسیه برای خوردن کیک که خیلی خوشمزه است، چه بچه چه کوچیک همیشه این هوس هست، و در مقابل این که میخواد به یک هدف بالاتری برسه، به جای یک کیک 2 تا یا 3 تا کیک به دست بیاره، در واقع یه هدف کوچک رو فدای یک هدف بزرگتر کرد. در قسمت دوم، یعنی اونایی که این عمل کرد رو دارن، در واقع قسمت های دیگری از مغز درگیر میشه. تو قسمت اول خب قسمت لیمبیک سیستمه که هیجانات ماست و هوس های ماست و غرایز ما اونجاست. یعنی ما عمل کرده به صورت رفلکسی تا میبینیم، هوس میکنیم، میخواییم بخوریم، یا اینکه وقتی که از یه چیزی ما رو عصبانی میکنه میخواییم بلا فاصله بدون اینکه فکر بکنیم در واقع یک عکس العمل خشونت آمیز نشون میدیم. ولی قسمت دیگر مغز که قسمت در واقع بیش تکامل یافته مغزه که توی انسان هستش، این میاد یاد میگیره چجوری بتونه از اون هوس یا از اون غریزه عبور کنه و به شکل بهتری رفتار کنه. چرا؟ چون نتایج بعدیش رو محاسبه میکنه. میگه اگه من یک کیک رو بخوام 2 تا یا 3 تا کیک داشته باشم، غرورم به در واقع اضافه میشه و من احساس میکنم برنده شدم و همچنین به کسی صدمه نمیزنم، سعی میکنم از راهی برم که به هدفم برسم و بدون اینکه صدمه زیادی بزنم. اینا عمل کرده دو قسمتی که حالا شما مطمئنم اشاره خواهید کرد دو قسمت بعدی.
حتما آسین جان، میخواید یه استراحت کوچیکی داشته باشیم پس اگر، چون که وارد بحث مغز بشیم خب وقت خیلی بیشتری لازم داره و بهتره که بدون قطع برسیم به اون بحث مغز. همینطوره، ما یک دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم و تو این یک دقیقه بله نمیتونیم بحث مغز رو شروع بکنیم، بهتری که یه استراحتی بگیریم و بعد از استراحت به قسمت هایی از مغز که ارتباط با خشونت داره و بسیار هم مهمه، گاهی وقتا حتی صدمات مغزی این خشونت رو ایجاد میکنه، من و عباس بحث رو ادامه خواهیم داد. شما هم استراحتی بکنید، با ما باشید تو قسمت بعدی. One of the strangest things about relationships is that we're not free to feel attracted to just anyone. We tend to have very strong psychological types that we can't deviate from. All of us carry inside us very specific inner shopping lists defining what the people we can love need to be like as characters. You might think these shopping lists would be focused around lovely requirements, like that our potential lovers would need to be kind, understanding, friendly, and from our age and social group. But the shopping lists are in fact often a lot weirder and darker. We may end up neglecting all sorts of potential candidates, dismissing them as boring or yucky or somehow just wrong, and heading straight to people whose characteristics are pretty awkward and not conducive to our happiness. For example, we may only be able to fall in love with people who are much less clever or responsible than we are, or who are really unreliable, or who are selfish and self-absorbed, or sarcastic and mean. It can be very puzzling to those around us and to ourselves. Why on earth can't we settle down with people who are good for us? That's because what we're looking for in love isn't necessarily someone who is nice, pure and simple, but someone who feels familiar. And a lot of us learnt about love in childhood at the hands of people who were, in a variety of ways, trouble for us, and who continue unconsciously to guide our love types. Our earliest caregivers give us templates of what it is to love and be loved, which can cause havoc with our chances of happiness. The trickiness in our love types tends to go in one of three ways. Let's imagine Dad was cold or violent or abusive, or Mum was belittling, unavailable or controlling. It was horrible, yet that ends up being what we look for in love. Why would we ever repeat something that was deeply uncomfortable? Well, because even though it was horrible, it was still a love relationship. There was abuse, but also, let's imagine, a degree of familiarity, admiration, attachment, and even tenderness. They may have been belittling, but it's what we got used to. And now, however illogical it sounds, it doesn't quite feel right unless it's kind of awful as well. It's not nice as such, but it feels comfortingly, compellingly familiar. Or imagine we experienced firsthand what it was like to be made to feel terrible, to be humiliated and hurt. And then, weirdly, we may end up doing the same thing to someone else, humiliating them in turn, bossing them about, going cold on them just when they're vulnerable to us. It's as if a primitive part of us thinks that the only way not to be abused is to be the abuser. Deep inside, the childlike emotional self thinks, the person who did that thing to me was, in a way, the opposite of me, and that must be the place of safety. And that's who I want to be in any relationship. When parents cause us trouble, we're often so keen to get away from it, we develop blocks around all kinds of character traits they may have had, which might actually have been good and actually unrelated to the troublesome traits. So, for example, our father might have been belittling, but highly intelligent. Now, regrettably, anyone intelligent can seem hugely off-putting. Or we always felt our mother was somehow revolted by sexuality, ours especially, but she was really warm and cuddly. Now, sadly, anyone who's warm and cuddly is imagined to be punitive around sex and hence feels wrong and has to be rejected. Our inner love maps are really hard to tease out. They certainly don't spell themselves out. So we have to make efforts to find out what they're dictating so as to free ourselves from their demands. The investigation starts, as always, by trying to understand ourselves. What did I suffer from at the hands of my early caregivers? Am I finding myself drawn to that in adults I fancy?
Am I causing trouble for people in ways I might have suffered from when I was young? And am I put off certain people because they have traits I associate with people who caused me difficulties as a child? Might I, in other people, find the traits I like without the ones I fear? Emotional health means expanding on the number of people we're free to fall in love with. We learn about love in childhood, but we liberate ourselves from the traumas of childhood when we realize we can love in different ways and get used to something that may at first be eerily and challengingly unfamiliar. Being happy with someone who is properly and deeply good for us. شما بیننده آینه هستید. درود فراوان بر شما. با تشکر از اینکه هنوزم با ما هستید و برنامه امروز رو با ما دنبال میکنید. ما در قسمت اول برنامه راجع به اشاره کردیم که بحث خشونت پرخاشگری رو ما شروع کردیم و خشونت رفتاری است که منجر به صدمه به کسی یا چیزی میشه که به صورت عمدی، یعنی با قصد قبلی در واقع انجام میگیره. و بعد صحبت کردیم قسمت آخر راجع به رابطه خشونت و جدیت و حتی انگیزه داشتن که عباس عزیز مسئله رو باز کردن که به یه نحوی این دوتا به هم ارتباط داره، هر دو با سیستم هایی در مغز ارتباط داره که باعث در واقع افزایش نیرو و قدرت برای رسیدن به یک هدف میشه و که هر دو هم در خشونت این اتفاق میفته و هم در جدیت و هدفمندی و انگیزه. تنها تفاوتی که دارن اینه که توی هدفمندی و انگیزه ما قصدمون رسیدن به هدف، قصدمون آسیب رسانی نیست. و ما میخواستیم راجع به قسمت هایی از مغز که با خشونت و پرخاشگری درگیرن با شما صحبت کنیم. عباس جان میخواییم بحث رو شروع بکنیم؟ حتما. مسئله مغز و خشونت خب بحث خیلی پیچیده ایه و واقعا هر چقدر که وقت بدید میشه در موردش صحبت کرد، شاید چند جلسه بتونیم فقط در مورد این مسئله صحبت کنیم. وقتی در مورد مغز و خشونت صحبت میکنیم، در مورد قسمت‌های مغز که توی خشونت نقش پیدا میکنه باید صحبت کنیم، در مورد مواد شیمیایی مختلفی که توی مغز وجود داره و توی خشونت نقش پیدا میکنه باید صحبت بکنیم، در مورد تاثیر محیط روی مغز باید صحبت کنیم که میتونه باعث خشونت بشه، مثل مصرف الکل، مثل مصرف مواد مخدر باید صحبت کنیم، در مورد تاثیر ژن و تاثیر ژن روی ساختار مغز و تغییرات شیمیایی مغز و این جور چیزا باید صحبت کنیم. حالا من یکی یکی صحبت شروع میکنم و بحث رو با هم دیگه پیش میبریم. دوباره میخوام برگردم به تاثیر خشونت. در مورد خشونت صحبت کردیم که یک عملیه که به قصد آزار کسی دیگه یا خود انسان یا اشیا صورت میگیره و من هفته پیش اشاره کردم که خشونت یه عمله، الانم تکیه میکنم یک عمله، ولی زمینش یه حالت عاطفیه، یعنی عصبانیت. باید عصبانیت وجود داشته باشه که اون حالت عاطفیه و این حالت عاطفی باعث عمل خشونت میشه، ولی توش قصد و نیت هست. پس قصد و نیت قسمت فکر ماست، عصبانیت حالت عاطفی ماست، حالت روحیه که ایجاد شده، و عمل خشونت قسمت عملی مسئله است که ما یه کاری میکنیم که به فرد آسیب میرسونیم و هر کدوم از این قسمت ها یه جایی از مغز درگیر. معمولا وقتی که ما میخوایم یه عملی رو بکنیم بر اساس یک حالت عاطفیه، مثلا من غمگینم و میخوام برم یه گوشه‌ای بشینم و مثلا گریه بکنم، قبل از این یک فکری وجود داره که منو ناراحت کرد، یا ترس دارم و یک فکری ممکنه توی من باشه که اگر من توی این محیط خاصی برم که تعداد زیادی آدم وجود داره ممکنه منو اذیت بکنه و یک ترسی در من، یک دلهوره‌ای در من ایجاد میشه و بعد تو اون محیط که میرم یا میخوام اشتراک کنم نرم، یا اگر میرم میخوام گوشه‌گیری کنم.
توی خشونت در واقع تو اون عصبانیت اولین جایی که واکنش نشون میده متاسفانه یک قسمتی از مغز به نام آمیگدالا که قسمت کنترل حالتهای عاطفی انسانه. کلن تو مواقعی که فرد ممکنه که عصبانی بشه قبل از اینکه بفهمه چرا عصبانی شده عصبانی میشه، یعنی آمیگدالا شروع میکنه به تحریک شدن. پس قسمت اساسی که از لحاظ عاطفی تو ایجاد خشونت نقش داره قسمت آمیگدالاست. آمیگدالا به معنی بادوم، اگه بخوام ترجمهش بکنیم به لاتین، علتی هم که اسم بادوم روش گذاشتن اینه که شکلش خب شبیه بادوم. مطالعات زیادیه که روی نقش آمیگدالا تأثیر نشون میده در واقع نقش آمیگدالا. برای مثال وقتی که توی حیوانا این قسمت آمیگدالا آسیب میزنن خشونت از بین میره، اون حیوان اون موش مثلا نمیتونه دست به خشونت بزنه. تو انسان هایی که به خاطر تصادف یا بیماری مثلا عفونت هایی که باعث آسیب آمیگدالا شده وقتی که به این افراد نگاه میکنی توان خشونتشون رو دست میدن. وقتی که به آمیگدالا داروی بیهستی تزریق میکنی فرد میزان خشونت پذیریش کمتر میشه. برعکسش وقتی که آمیگدالا رو تحریک میکنی، مثلا یک الکترودهایی میذارن کنار آمیگدالا، وقتی اینو تحریکش میکنن توی آزمایشگاه توی حیوانات میزان خشونت پذیری حیوان بیشتر میشه. و حالا مطالعات زیاده، من اگه بخوام همونطوری گفتم اگه بخوام تک تک این مطالعات رو اشاره بکنم خب بحث خیلی طولانی میشه. پس آمیگدالا جایگاه اصلی خشونته، جایگاه اصلی این حس عصبانیتیه که باعث خشونت میشه. حالا هر عصبانیتی الزاماً به خشونت منجر نمیشه. چرا؟ من قسمت دوم میخوام مطرح کنم. اگر شما در مورد قسمت اول در مورد آمیگدالا چیزی میخوای اضافه کنی بفرمایید تا من در مورد نقش قشای خارجی مغز دیگه. مرسی عباس جان. نگاهی که به این موضوع خشونت و پرخاشگری داری من خیلی دوست دارم، نگاه در واقع از دیدگاه شناختی رفتاری هیجانیه، یعنی CBT در روان درمانی شناختی بر اساس در واقع این نگاه هستش. من فقط یه چیز رو اضافه کنم راجع به آمیگدالا که گفتی که قسمت اصلی هیجانه و بافتای اطراف آمیگدالا در یه قسمتی از مغز به اسم سیستم لیمبیک در واقع جا گرفتن. این خیلی جالبه از نظر تکاملی در وجود حیوانات گذاشته شده، به خصوص پستانداران که ما تکاملی یافته اونا هستیم، برای اینکه بتونن اینا جانشون رو نجات بدن در واقع. یعنی یک سری واکنش های حیاتی رو ایجاد میکنه، همونجوری که عباس هم اشاره کرد، فقط به صورت واکنشه، یعنی اینکه فکری اونجا دخیل نیست. و منتها اهمیتی که برای حیوانات بخصوص داره نجات دهنده جان اوناست که عباس به خشونت پرخاشگری اشاره کرد. در واقع پرخاشگری به یه نحوی مقابله کردن با خطره یا به یه نحوی حمله کردن به یک هدفی که قرار احساس میکنه حیوان که میخواد به این آسیب برسونه. و همونجور که شاید تو بحث قبلی ما اشاره کردیم اون واکنش های در واقع سگانه جنگ و گریز و فریز، فایت اند فلایت اند فریز رو این قسمت ایجاد میکنه و تنها هم شامل پرخاشگری نیست بلکه شامل ترس هم هست، شامل اضطراب هم هست. یعنی اینجا در واقع اضطراب اصلی رو ایجاد میکنه که توی بیماری پنیک یا پنیکتک به یه نحوی در واقع آمیگدالا درگیره، یا در بیماری PTSD استرس بعد از سانحه همجوری که عباس به درستی اشاره کرد. عباس جان ادامه بده، من حیفم اومد که این قسمت رو به بحث تو اضافه نکنم. اتفاقا مطلب خیلی مهمی رو مطرح کردی. اگر از یه دانشمند مغز و اعصاب، یه نوروساینتیست بپرسی کار آمیگدالا چیه، اولین چیزی که به شما میگه عصبانیت و خشونت نیست، اتفاقا جنبه های دیگه عاطفی به خصوص استراب رو مطرح میکنه. یعنی واقعا همه حالت های عاطفی
یه ریشهش توی آمیگدالاست و حالا بستگی داره به اینکه آمیگدالا به کجای دیگه وصل بشه، میتونه استراب باشه، میتونه شوق و شور و سرحالی باشه و میتونه همطوری که الان داره صحبت میکنیم عصبانیت باشه. این یک مسئله. دوم اینه که مسئله واکنش آمیگدالا، خب به خصوص در مورد حیوانات که مطرح کردی، تو چند تا زمینه مطرح میشه. شما مسئله حفظ بقا رو مطرح کردی، وقتی حیوان با خطر مواجه میشه میخواد اگریشن داشته باشه، از خودش دفاع بکنه. ولی در مورد مسئله غذا هم پیش میاد، مسئله دفاع از کودک به خصوص تو مادرها پیش میاد. حالا تو قسمت شیمیایی مغز که بریم شاید من به اون به این مسئله اشاره کنم. پس خیلی مسئله جالب و توی چند تا زمینه میتونه پیش بیادش. توی جامعه انسانی ما اینو هماهنگ کردیم، یعنی الان اگر من دنبال قضا هستم برای خانواده‌ام، برای مثال به عنوان یک پدر خانواده، الزاماً لازم نیست شما رو با خشونت از میدون به در بکنم. یعنی یک سری قوانین اجتماعی اومده که مانع این میشه که ما وقتی به دنبال قضا هستیم یا به دنبال سرپوش هستیم بخوایم با رابطه خشونت با همدیگه برخورد کنیم. اینجا در واقع همون پشتکاره و تلاش بیشتر و موفقیت پیشتره که میاد و نقش بازی کنه، بازی میکنه توی یک جامعه سالم، مگر اینکه جامعه دچار بیماری بشه که خب به خصوص جامعه خودمون متاسفانه شامل این مسئله هست. حالا من گفتم قسمت دوم مسئله اینه که یه جای مغز باید بگه که آقا خانم لازم نیست در این موقعیت شما دست به خشونت بزنید، یعنی این عصبانیت ایجاد شده در من، آیا وقتی من عصبانی میشم حتما باید برم به یه چیزی آسیب برسونم؟ آیا حتما به یه کسی آسیب برسونم؟ یه قسمت دیگه مغز میگه نه، الان هدف چیه؟ شما عصبانی شدی، آیا چه فایده داره این عصبانی شدن شما؟ یعنی خشونت شما چه فایده داره به دنبال این عصبانیت؟ مثلا اگه یه کسی میپیچه با ماشین جلوی ماشین من و این منو عصبانی میکنه و میخوام واکنش نشون بدم، قسمت قشای خارجی مغز که قسمت تفکر ماست، قسمت برنامه ریزی ماست، قسمتیه که سبک سنگین میکنه فعالیت‌های ما رو و قصدی که داریم و جایی که بهش میخوایم برسیم اینا رو همه رو تجزیه تحلیل میکنه، میگه که یه لحظه صبر کن، اینجا با پیچیدن جلوی این ماشینی که الان پیچیده جلوی تو، دنبالش کردن و سپر سپر شدن کار خوبی نمی کنی، در واقع جون خودتو و جون دیگران رو در خطر قرار میدی، پس بهتر اینجا اجتناب بکنی از خشونت و این عصبانیتتو کنترل بکنی. و یک قسمتی خود روان درمانی میکنی حسین جان، و میدونیم مقدار زیادی از کارهایی که تو به مریضات یاد میدی و دوست دارم بشنوم این قسمت کاراتو، در واقع این قسمت قشای خارجی رو داره تقویت میکنی با تنفس عمیق، با تشویق تفکر بیشتر، تجزیه تحلیل کردن شرایط، منطقی فکر کردن، در واقع داره تقویت میکنه این قشای خارجی مغز رو که بتونه آمیگدالا رو بهتر کنترل کنه. دوست دارم حرفای تو رو بشنوم و بعد روی قسمت سوم که قسمت رفتاری هم هست من یه اشاره داشته باشم. بله مرسی، ممنون که این فرصت رو هم به من میدی اضافه کنم به صحبت‌های تو. دقیقاً، یعنی اینجا در واقع بحث قسمت دوم شما اینه که ما چگونه قسمت اصلی مغزمون رو که در واقع انسان بودن ما به اونجا مربوطه، یعنی قشاع مغز در واقع بخش خاکستری مغزه که خیلی پیشرفته است و پیشرفته ترین موجود از این نظر است، یعنی تکامل یافته ترین، این کارش یکی از کاراش اینه که واقعا میاد قسمت غریزی ما رو یا اون قسمت آمیگدالا رو و اون سیستم های اطراف رو که اون واکنش ها رو ایجاد میکنه، اون در واقع به یه نحوی کنترل میکنه و ارزیابی میکنه که اگر این واکنش نشون داده بشه نتیجه چه خواهد بود، یعنی دورنگری رو داره، آنالیز کردن رو داره، و اگر این قسمت رو ما ازش استفاده نکنیم در واقع داریم همش واکنش نشون میدیم و همون کاریه که حیوانات دیگه انجام میدن. در مورد خشونت همونجوری که شما اشاره کردی، فرد یاد میگیره در مواقعی که ناراحت میشه، عصبانی میشه به قول شما، چگونه رفتار مناسب نشون میده. یعنی عصبانیت یک غریزه است و طبیعی که همه دارن، کسی نمیتونه عصبانی نباشه. فرق بین واکنش و فرق بین کنش یا عمل یا با قصد کاری رو انجام دادن
اینه که ما میایم ارزیابی میکنیم چه کار بکنیم که اون آسیب نباشه. در مورد خشونت، عباس جان خودت هم بهتر میدونید تو بخش توی بحث سایکانالیز این خیلی مطرحه، مکانیزمای دفاعی که یکیش هم مکانیزم دفاعی با پس زدنه. یعنی بعضی وقت فرد یاد میگیره اصلا خشونت رو نشون نده و همه رو بریزه بقولن توی خودش، ناخودآگاه تبدیل میشه به یه نیروی خیلی قوی که ممکنه یه زمانی سرباز کنه، و اگرم سرباز کنه که خیلی خطرناکه، سرباز نکنم به خود فرد از نظر درونی آسیب میرسونه. و بعدش یه دوره میومدم بعضی از رفتار درمانگرا میگفتن خشونت وقتی عصبانی بریز بیرون، حالا نمیخوای به کسی آسیب برسونی برو مش به در دیوار بزن، یا میگفتن یه کیسه بوکس میذاریم به این مش بزن، یا چیزی رو برو بشکن، که تحقیقاتی نشون داد نه، این هم در واقع هدایت کردن همون خشونته و در واقع مشروع کردن خشونته، که نه اخیراً اینجوریه که شما مدیریت میکنی خشونت رو، یعنی به سمت مثبت‌تری هدایت میکنی، میتونی ورزش بکنی وقتی عصبانی، میتونی بری بدوی، میتونی حرف بزنی، میتونی بنویسی، یا به قول شما نفس عمیق بکشی. اینا همش ترین کردن اون قسمتی از مغزه که میتونه خشونت رو بدون اینکه به کسی آسیب بزنه یا به خودش آسیب بزنه هدایت بکنه. عباس جان میسپارم دستت رو. خیلی ممنون. در مورد قشرهای خارجی مغز من یه چیزی رو اضافه کنم حسین جان، و اون اینه که قسمتی که تو کنترل خشونت و عصبانیت به خصوص نقش داره قسمت چپ مغزه، قسمت چپ جلوی مغز در واقع به اصطلاح فرونتال لوب که مطرح میکنیم، قسمت قدامی یا جلوی مغز که مطرح میکنیم به خصوص قسمت چپ این نقش بازدارنده رو داره. من دو سه تا مثال جالب میخوام بزنم. کسانی که چیز دارن حالت استروک پیدا میکنن، در واقع آسیب مغزی به قسمت چپ مغزشون میخوره، اینا میزان خشونتشون میتونه اضافه بشه بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشه. یعنی کسایی که کلن مشکلی نداشتن، ناراحتی نداشتن، آدمای خشنی نبودن، حالا سکته مغزی میکنن تو قسمت چپ مغزشون و اینها ببخشید قسمت راست مغزشون و اینها میزان خشونتشون اضافه میشه. پس اون نقش بازدارنده‌ای که این قسمت داره در واقع قسمت راست جلوی مغز داره گرفته میشه. یک دو تا مطالعه جالب هم کردن. یک فرد آمریکایی بود که دهه 80 16 نفر رو کشت، میگن چارلز ویدمن اسمش بود. اینو وقتی که به هر حال بعد از مرگش بایوپسی میکنن مغزشو، میبینن که یه قده یه توموری داشته که این تومور فشار میآورده به قده آمیگدالاش، و خود این فرد قبلا مشکلی نداشته، آدم خشنی نبوده، ولی بعد به نظر میاد یعنی بعدن که این قده رو پیدا کردن تجزیه تحلیلشون این بود که بعد از اینکه این تومور پیش اومده این به تدریج با فشاری که این رو قده آمیگدالا ایجاد میکرده یواش یواش این میزان خشونتش بیشتر و بیشتر شده بوده، یعنی و اول هم خشونتش تو خانواده اضافه شده و بعد در نهایت به اینجا کشید که اسلحه برمیداره و میره و 16 نفر رو میکشه. ولی جالبه که مطالعات دیگه نشون میده که حتی اگر آمیگدالا تحریک پذیری داشته باشه به هر علتی از جمله تومور، اگر فرد محیط مناسب، محیط کودکی بدی داشته باشه یا قبلا آدم خشنی بوده یا مورد خشونت قرار گرفته، بیشتر ممکنه که دست به خشونت بزنه، که این در واقع رابطه محیط و ژن یا محیط و مغز، یعنی که الزاماً این که یک کسی آمیگدالاش تحریک بشه دست به خشونت نمیزنه، و دوباره این برمیگرده به اون صحبتی که کردیم که یک محیط مناسب کودکی به کودک یاد میده که به قول شما انسان بهتری باشه، در واقع به این قشر جلویی مغز داره یاد میده که کنترل بهتری روی رفتار داشته باشه. در نهایت قسمت سوم مغز که نقش داره قسمتی که رفتار بدن رو کنترل میکنه، قسمت‌های رفتاری، قسمتی که دست کنترل میکنه، قسمتی که پا رو کنترل میکنه، و اون قسمت‌ها طبیعتاً
عمل خشونت رو، عمل رفتار خشن رو انجام میدن که خب طبیعتاً اگر زایه‌ای تو اون قسمت‌ها باشه طبیعتاً فرد نمیتونه این دست رو حرکت بده که دست به خشونت بزنه. این از لحاظ ساختاری. بعد میریم وارد قسمت شیمیایی میشیم که حالا من نمیدونم وقتمون چطوره که وقت ممنون نه آخر وقتمون است. خیلی ممنون. فقط من اشاره‌ای به قسمت آخر صحبتت بکنم که در واقع قسمت رفتاری دستورش رو به جای اینکه از آمیگدالا بگیره میاد در انسان تکامل یافته از قسمت قشری مغز میگیره و سنجیده عمل میکنه. این در واقع زمانی است که ما میتونیم کنترل بکنیم یا مدیریت بکنیم یک پرخاشگری روی خشم رو. خیلی ممنون که با ما بودید و این برنامه ما رو دنبال کردید. ما این بحث رو ادامه خواهیم در برنامه های بعدیمون. با ما باشید و روزها و هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. بهداشت روان